به شما همراهان همیشگی دکتر سلامت به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. علت ناله های شبانه در خواب چیست؟ مورد اول، ناله در خواب اسلیپ گرونینگ چیست؟ ناله کردن در خواب به عنوان نوعی خواب پرشی یا پاراستومنیا طبقه بندی می شود. خواب پرشی اصطلاحی است که برای رفتارهای ناخواسته، اقدامات یا افکاری استفاده می شود که به هنگام به خواب رفتن، در زمان خواب یا بیدار شدن رخ می دهد. راه رفتن در خواب یا صحبت کردن در خواب از دیگر موارد خواب پرشی هستند. ناله کردن در خواب ممکن است شبیه به خروپف به نظر برسد، اما علت بروز آن متفاوت است. خروپف زمانی رخ می دهد که عمل دم را انجام می دهید، نفس را به داخل می کشید و مایشا و بافتهای شل شده در نای می لرزند و سر صدا ایجاد می کند. از طرف دیگر خواب ناله زمانی رخ می دهد که شما عمل بازدم را انجام می دهید. داسکوپتا می گوید هر ناله ممکن است بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول بکشد. به طور معمول خواب ناله شبیه به ناله به نظر می رسد. این مشکل حتی ممکن است با صدای ناله همراه با زوزه همراه شود. انجمن خواب آمریکا توضیح می دهد که این ناله ها ممکن است با یک خرناس یا یک آه در آخر دنبال شود. مورد دوم، علت ناله در خواب یا خواب ناله چیست؟ متخصصین به طور 100% در مورد علت این آرزه مطمئن نیستند، اما داسکوپتا میگوید برخی افراد مانند افراد ابتلا به ناهنجاری های سر و صورت بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به خواب ناله هستند، زیرا ساختار راه هوایی فوقانی ممکن است باعث شود فرد در هنگام بازدم صدا تولید کند. و علاوه ما در زمان رم خواب نیز در معرض خواب ناله هستیم. رم یک مرحله از خواب است که در نیمه شب اتفاق می افتد و با حرکات سریع چشم، رویا دیدن بیشتر و حرکات بدن و نبض و تنفس سریع تر همراه است. این عبارت مخفف Rapid Eye Movement است، به معنای حرکات سریع چشم ها. او میگوید گرچه شواهد خیلی قوی نیستند، اما داده هایی وجود دارد که نشان میدهد استرس میتواند در بروز خواب ناله نقش داشته باشد. همونطور که بافت زیاد در مسیر هوایی فوقانی میتواند منجر به خورخور کردن شود، این مسئله میتواند عامل بروز خواب ناله هم باشد. این واقعیت ممکن است توضیح دهد که چرا به طور کلی خواب ناله بیشتر در بین مردان مشاهده میشود تا در بین زنان، زیرا مردان بزرگتر از زنان هستند و علاوه در این بخش خواب بافت بیشتری دارند. ورزشکاران و شناگران نیز بیشتر در معرض خواب ناله هستند. داسکوپتا میگوید انجام تمرینات تنفسی بی‌رویه در طول روز ممکن است باعث شود فرد در طول شب هم تنفس نامنظمی داشته باشد. آیا خواب ناله یا ناله در خواب خطرناک است؟ داسکوپتا میگوید در اکثر موارد خواب ناله بی خطر است، اما اگر به طور مداوم به خاطر خواب ناله از خواب بیدار شوید یا این مشکل باعث عدم خواب و استراحت کافی شود، ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد. اگر چنین است حتما به پزشک مراجعه کنید. مشکل بزرگتر مربوط به خواب ناله در این است که عارضه ممکن است در حقیقت خخور کردن باشد. خخور کردن می تواند نشانه وضعیتی به نام آپنه خواب باشد. آپنه خواب شرایطی است که بر اثر آن مسیر هوایی به طور نسبی در هنگام خواب مسدود می شود و منجر به دوره های قطع تنفس می شود. این یک مشکل جدی است، زیرا آپنه خواب با مشکلات جدی تری مانند حمله قلبی یا سکته مغزی در ارتباط است. آیا خواب ناله را می توان درمان کرد؟ دستگاه فشار جریان هوای مثبت یا دستگاه CPAP دستگاهی است که به افراد مبتلا به آپنه خواب کمک می‌کند راحت‌تر نفس بکشند و علائم خواب ناله را نیز کاهش می‌دهد. داسکوپتا میگوید درمان موقعیتی یعنی وضعیت و فرم فرد در هنگام خواب نیز میتواند مؤثر باشد. خوابیدن به پهلو در مقابل خوابیدن به پشت در خوابیدن به پشت عضلات بیشتر در معرض شل شدن هستند. دستگاه دندانی فک پایین برای آپنه خواب استفاده میشود که فک پایین را کمی به سمت جلو میآورد و پشت مسیر هوایی را باز میکند و احتمال مسدود شدن در هنگام تنفس به داخل و خارج را کاهش میدهد. گزینه‌های دیگری هست. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.